سلام دوستای گلم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبید؟ به رسانه تاپ 5 فارسی در یوتیوب خوش اومدید. خوشحال میشم که ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای ما در آینده دکمه زنگوله که کنار سابسکرایب رو بزنید. راستی یادتون نره که نظر و کامنت هم بذارید. فندق یه خوراکی نوستالژی که تو شیرینی و شکلات خیلی استفاده میشه. اگه از طرفدارای فندق هستید این ویدیو رو از دست ندید، چون ما میخواییم تمام خواص فندق رو تو این ویدیو بهتون به طور خلاصه بگیم. فندق نوعی مغز خوراکیه که از درخت فندق به دست میاد. این ماده غذایی در صنعت شیرینی سازی کاربرد فراوانی داره و از اون در تهیه انواع مواد اولیه شیرینی پزی، شکلات، شیرینی و شکلات‌های صبحونه استفاده میشه. روغن فندق هم که طعم بسیار خوبی داره در پخت و پز استفاده میشه. یک اونس فندق حاوی 176 کالری، 17 گرم چربی، 4.2 گرم پروتئین، کربوهیدراتش 407 گرمه، فیبرش 2.7 گرمه، دارای ویتامین ای، B1 و همچنین منیزیم، مس و منگنزه. فندق همچنین حاوی مقادیر قابل توجهی ویتامین B6، فولاد، فسفر، پتاسیم و زینک. علاوه بر این فندق منبع غنی چربی های تک اشباع نشده و چند اشباع نشده و همینطور اسیدهای چرب اومگا 6 و اومگا 9. همچنین دارای فیبر غذاییه. حالا میپرسید فندق چیکار میکنه؟ خب اجابت مزاج رو بهبود میبخشه. فندق منبع غنی فیبر غذاییه. مصرف فیبر باعث بهبود اجابت مزاج میشه و به جلوگیری از یبوست کمک میکنه. فندق به کاهش وزن کمک میکنه. طبق تحقیقات خوردن فندق احتمالاً به بعضی افراد کمک میکنه که کمتر وزن اضافه کنن. دانشمندان طی تحقیقاتی در سال 2018 به وجود ارتباطی میان مصرف فندق، کم شدن روند بالا رفتن وزن و کاهش ریسک چاقی پی بردن. در این پژوهش شرکت کنندگانی که فندق بیشتری خورده بودن احتمال چاق شدن در اونها کمتر از کسانی بود که فندق کمتری خورده بودن. فندق از آسیب سلولی و ابتلا به سرطان جلوگیری میکنه. فندق مثل مغزهای خوراکی سرشار از آنتی اکسیدانه. آنتی اکسیدان ها از سلول ها در برابر فرایند مخرب اکسایش محافظت میکنه. این مواد آسیب وارده به سلول ها بر اثر رادیکال های آزاد رو کاهش میده. همچنین فندق حاوی ویتامین ایه که نوعی آنتی اکسیدان محسوب میشه. بعضی تحقیقات بیان میکنه ویتامین ای احتمالاً از بدن در برابر سلول های سرطانی محافظت میکنه. فندق کلسترول رو کاهش میده. خوردن فندق احتمالاً به کاهش کلسترول کمک میکنه. تحقیقی در سال 2013 نشون داد مصرف فندق سطح کلسترول های مضر خون رو در شرکت کنندگان کاهش داده. این کلسترول های مضر ریسک مشکل قلبی رو افزایش میدن. پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که بهترین راه برای بهره مند شدن از فواید فندق مصرف هر روزه اونه، البته به مقداری که از میزان کالری دریافتی مجاز روزانه بیشتر نه. فندق حساسیت به انسولین رو کاهش میده. مصرف فندق احتمالاً به کاهش مشکل حساسیت به انسولین کمک میکنه. حساسیت به ماده انسولین نقش اساسی در ابتلا به دیابت نوع 2 داره. کاهش این حساسیت منجر به کم شدن ریسک ابتلا به دیابت نوع 2 رو خواهد داشت. به حفظ سلامت قلب کمک میکنه.
مصرف فندق احتمالاً با بالا بردن ظرفیت اکسیداتیو بدن و کاهش کلسترول‌های مضر خون به کاهش ریسک بروز بیماری قلبی کمک می‌کنه. همچنین فندق به متعادل کردن فشار خون کمک می‌کنه. فندق التهابات بدنی رو کاهش میده. فندق احتمالاً به دلیل داشتن چربی‌های مفید فراوان به جلوگیری از التهاب و کاهش اون کمک میکنه. و در نهایت فندق تعداد اسپرم ها رو افزایش میده. تحقیقات جدید نشون میده مصرف بیشتر مغزهای خوراکی از جمله فندق احتمال تعداد اسپرم ها رو افزایش میده و کیفیت اونها رو هم بالا میبره. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگهدارتون.